درود بر شما عزیزان و یاران همراه. به یاری خدا 19 جلسه از سلسله برنامه‌های آموزشی رو پی می‌گیریم با توضیحاتی پیرامون گوشه فوق‌العاده پرکاربرد بسته‌نگار. بسته‌نگار آخرین گوشه از ردیف‌های مقدماتی ابوعطا هست. دیگه با زدن این گوشه بحث ما در ابوعطا به پایان میرسه. نه اینکه ما گوش‌های ابوعطا را کامل کار کردیم، در ویدیوهای قبلی هم عرض کردم، بلکه گوش‌هایی که در این کتاب ازشون یاد شده رو ما راجعشون صحبت کردیم، وگرنه تعداد دیگر گوشه هستن که راجع اون هم صحبت نکردیم، ولی در همه حد برای ابوعطا کافی است و ما به همین بسنده می‌کنیم فعلا. قبل از اینکه راجع به بسته‌نگار براتون صحبت بکنم، اول تشکر می‌کنم از همراهی و تک تک شما دوستان و عزیزان همیشگی من که همیشه منو یاری می‌کنید، همراهی می‌کنید و حمایت میکنید، پست ها رو به اشتراک میذارید، لطف میکنید با لایک کردنتون من رو تایید میکنید و همراهی میکنید، دلگرمی میدید، ازتون متشکرم. لطفا کمک کنید که این کلیپ ها برسه به دست افرادی که نیازمند هستن، برای کلاسشون و شرایط کلاس رفتن ندارن. به اشتراک بذارید. شما هم که دارید از این کلیپ ها استفاده میکنید، میتونید سیو کنید که دم دستتون باشه و وقتی که میخواید بهشون مراجعه کنید نیاز نداشته باشه بیاید تو پیج من رو دنبال اون پست بگردید. ازتون نظرسنجی کرده بودم که پس از پایان گوش‌های ابوعطا علاقمند هستید که راجع به پیش درآمد صحبت کنیم و پیش درآمد بنوازیم و یا چهار مزلاق. خب تقریبا میتونم بگم که نظرها برابر بود، ولی چیزی که من به چشم دیدم میتونم بگم که دوستداران و طرفداران پیش درآمد انگار بیشتر بود. خب نداره، ما چند تایی پیش درآمد ابوعطا با هم کار میکنیم، پس از اون به چهار مزرعه میپردازیم. سوالی ازتون دارم و اون سوال رو برای اینکه پاسخش مشخص بشه و تکلیف جلسه بعدیمون روشن بشه، زیر همین پست لطفاً کامنت کنید که به عنوان اولین پیش درآمد که می‌خوایم کار بکنیم، دوست دارید که پیش درآمدی از استاد زلفنون رو بررسی بکنیم و یا از استاد علی اکبر خان شهنازی. ممنون میشم نظرتون رو کامنت بفرمایید که تکلیفمون روشن بشه که آرای هر کدوم بیشتر بود جلسه آینده هم رو کار می‌کنیم. پس یک بار دیگه میگم تمایل دارید که اولی پیش درآمدی که با هم میزنیم و بررسی میکنیم ببینیم که چه گوشهایی درش به کار رفته، این چیزا که یاد گرفتیم چه کاربردی برای ما توی این قطعه داره، دوست دارید از استاد زلفنون پیش درآمدی رو بررسی کنیم یا از علی اکبر خان شهنازی؟ بسته‌نگار درآمد ابوعطا مختص ابوعطا است. سیخی مال ابوعطا است. حجاز مال ابوعطا است. رامکلی مال ابوعطا است. چهارپاره، شمالی، اینها مال ابوعطا هستن، ولی بسته‌نگار یک گوشه ایست که فقط مال ابوعطا نیست. اینو خوب گوش کنید. بسته‌نگار گوشه ایست که میتونه در هر دستگاه و یا آوازی اجرا بشه. دوستان عزیزم لطفا این قسمت رو خوب گوش بکنید. ما از بسته‌نگار چه استفاده میتونیم بکنیم؟ بسته‌نگار مثل یک آسانسور رفتار میکنه. چطور؟ ما ابوعطا رو با درآمد شروع کردیم. خب درآمد زدیم، سیخی زدیم، سیخی آوازی زدیم، رامکلی زدیم، به حجاز رسیدیم، به قله ابوعطا که همون حجاز باشه رسیدیم، زیر سایه حجاز ما شمالی زدیم، زیر سایه حجاز چهارپاره زدیم. عرضم خدمت شما که این گوشه ها رو کار کردیم و به ترتیب از قسمت صفر، یعنی از ابتدای به ساکن، از پایین حرکت کردیم و یواش یواش با نواختن گوشه ها خودمون رو به اوج رسوندیم. نمیشه که یه دفعه بیفتیم پایین، از همونجا اجرامونو که نمیتونیم بالا تموم بکنیم، غیر منطقیه. یه دفعه هم که نمیشه بیاییم پایین، خیلی اجرای بدی میشه، خیلی حال رو خراب میکنه. یه دفعه از صدای اوجی که خواننده بوده یا ساز بوده یه دفعه میخواد بیاد پایین، خیلی بده. چیکار کنیم؟ همین روندی که به ترتیب رفتیم بالا دوباره بیاییم پایین، خب خیلی آواز اجرای ما طولانی میشه، شاید حوصله سرور بشه. اینجاست که بسته‌نگار به داد ما میرسه. چیکار میکنه؟ بسته‌نگار مثل یک آسانسور شما رو از اوج میاره پایین، خیلی نامحسوس، خیلی زیبا. چطور؟ ببینید ما گفتیم شورمون ره هست، ابوعطامون سول. خب گوشهای مختص به درآمد و زیر سایه درآمد رو زدیم، تغییر شاهد دادیم، به لا رسیدیم، زیر حجاز و گوشهای زیر سایه حجاز رو زدیم، ها
حالا از حجاز یعنی از لا میخوایم دوباره برگردیم به پایه. این گوشه چطوری میخواد به داد ما برسه که ما رو برگردونه به پایه؟ الان میگم. برگردم به تکمیل صحبت قبلم که بسته‌نگار فقط مختص ابو عطا نیست. شما در هر دستگاه و آوازی زمانی که گوشه ها رو نواختیم به اوج رسیدید، بر اساس تجربه که به دست آوردید و توهمتون، میتونید جایگاه اجرای بسته‌نگار رو پیدا بکنید و از همونجا بسته‌نگار رو بنوازید، پله 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 خودتون از بالا به پایین برسونید. فقط باید جاش رو پیدا بکنید، به اون توهم و تخصص باید برسید که تشخیص بدید که من کجا میتونم بسته‌نگار بزنم. در سگاه میشه زد، چهارگاه میشه زد، ماهور، ابو عطا، دشتی، ترک، افشار، همایون، همه جا، نوا، همه جا میشه زد، راست پنجگاه. باید ببینید کجایی و میخواد چه استفاده از بسته‌نگار بکنید و آیا اینجایی که من میخوام بزنم جاشه یا نه. الان اینجایی که ما میخوایم بزنیم در ابو عطا جاش هست. چرا؟ چون به اوج رسیدیم، در خورده قرار داریم، میخوایم برگردیم سر جای خودمون. خب تاکیدمون روی لا بود دیگه، طبق آخری گوشه‌ای که زدیم، درسته؟ حالا از لا ببینید چقدر خوشگل و نامحسوس، بدون اینکه حال منفی در مخاطب به وجود بیاد، یواش 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 ما رو ببره پایین، همون آسانسوری که عرض کردم، خیلی نرم و لطیف. تاکیدمون روی لا بود دیگه، حجاز که زدیم روی لا بودیم، چهار بار زدیم، درسته؟ گوشه‌ای دیگر که زدیم تاکید روی لا بود، حالا از لا شروع میکنه، یواش یواش میره پایین، تاکید روی لا میکنه، ابتدا میگه منم شروعم از لا هست، میگه این جمله رو با تاکید بر روی لا میبره بالا، دوباره تکرار میکنه. مزابندش خیلی مهمه ها، راست 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 چپ راست راست چپ راست 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 چپ راست راست چپ راست راست، دوباره تا ببینید چهار بار این کار انجام کرد، داد را 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 را، دوباره رفت بالا، اومد پایین، رفت بالا. حالا این بار دیگه میخواد با درجه لا خداحافظی کنه و اون رو تحویل بده درجه قبلش، میگه روی سولیستا، درست شد؟ خب پس از لا اومد روی سولیستا، حالا روی سول مانور میده، گوش مخاطب رو با سول آشنا میکنه. رو فا ایستاد. خب لا که زدیم شاهد حجاز و گوشهای زیر سایش بود، اومد سول که شاهد خود ابو عطا بود، حالا رو فا ایستاد، بهش میگیم پیش شاهد، میگه حالا رومی ایستاد، می چی بود؟ ایست ابو عطا بود. اومد روی ره ایستاد، برگشت به شو، اما به این راحتی بدمون نمی کنه. خب یه دفعه ما از بالا برد پایین، میگه ممکنه برای طرف هنوز قابل پذیرش نباشه، اب نداره، ما رو دوباره بره بالا، دوباره بیاره پایین، میگه اوز میخوام، میگه دوباره، میگه یکی دیگه زیرتر، یکی دیگه زیرتر، حالا حالا باز از سول، باز از فا، باز برگشت رو ره، حالا با یک سری تحریر تأکید میکنه روی این مسئله، از شاهد ابو عطا شروع میکنه، میبینید هی داد روی ره تأکید میکنه. اینجا به این تحریر پیوسته دقت کنید، تو سایت رو آوازی هم داشتون که فا دیز میکرد، دیدیم چطوری ما از لا اوورد پایین؟ پس ما رو از لا پله پله اوورد پایین، دوباره یه لحظه برد اون بالا، دیگه ما رو کشون پایین و روی ره نگه داشت و میتونیم با این اجرا خاتمه ابو عطامون اعلام بکنیم. یک بار بدون توضیح از اول تا آخر بزنم. به زبان دقت کنید، برای تار و ستار مشترکه،
تیکه بدی هم استفاده کنید. حالا امیدوارم که از این سلسله برنامه‌های آموزش ردیف مقدماتی ابوعطا استفاده کرده باشید، به دردتون خورده باشه، براتون مفید بوده باشه. ممنون که من رو همراهی کردید. لطفاً دوستان علاقه‌مندتون رو زیر این پست تگ بکنید تا بتونم با این ویدیوها آشنا باشم و چه بسا به دردشون بخوره. پس به سوالی که پرسیدم لطفاً پاسخ بدید که به اصطلاح روشن کننده تکلیف ماست برای جلسه آینده. موفق و معید.